استقرار و اقتدار نهادی به اسم جمهوری اسلامی در دنیا سپری شده. در برنامه امروز با آقای بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی و دبیرکل اندیشکده آوای آزادی گفتگو کردم. بعد از این آقای پوتین دیگه اون آقای پوتین قبل از این واقعه نخواهد بود. آقای کیان که سالها تجربه حضور در سیاست آمریکا را دارد، دوبار تاییدیه سنای آمریکا را در دوران ریاست جمهوری سه رئیس جمهور آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات کسب کرده است. برای مدت 6 ماه همه مخالفین از مبارزه با همدیگه دست بردارن. 6 ماه. چون اگر این کار بکنن دیگه هر کسی اون تیر اول رو شلیک بکنه، یعنی مبارزه واقعی نیست. آقای کیان همچنین قائم مقام تیم رهبری اطلاعات و امنیت آمریکا در دوران انتقالی آقای ترامپ بوده است. اون قشر از جامعه آیا میداند که شما سوسیال دموکراسی را چگونه تعریف میکنید؟ آیا شما پشتیبانی واقعی آن جامعه را دارید؟ کجا هستند؟ در گفتگوی امروز آقای کیان به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهند. آیا عمر سیاسی پوتین به پایان رسیده است؟ آیا ایران به یک کشور سوسیال دموکراسی تبدیل خواهد شد؟ شگرد جمهوری اسلامی در تخریب چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور چیست؟ به برنامه نگاه سوم خوش آمدید. من شهرزاد قانعی هستم. آقای بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی و دبیرکل اندیشکده آوای آزادی، خوش آمدید. خوشحالم با شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم ایپاک تایمز هستم و فرصتی داریم که بیشتر با هم صحبت کنیم، شما و بینندگان بسیار محترمت. سپاسگزارم. شما سالها تجربه فعالیت در سیاست آمریکا دارید، سالها عضو حزب جمهوری خواه آمریکا بودید و شما قائم مقام تیم رهبری اطلاعات و امنیت آمریکا در دوران دولت انتقالی آقای ترامپ بودین. میشه نظرتون رو بپرسم راجع به تحولاتی که در روسیه به وجود اومده اخیراً؟ تحولات روسیه، من فکر میکنم که اولین کاری که باید بکنیم اینه که عکس العملمون رو با کمی تأمل همراه بکنیم، برای اینکه در روسیه یک سیستم اطلاعاتی بسیار پیچیده‌ای هنوز بر اوضاع حکم فرماست و آنچه که در اونجا اتفاق میفته رو نمیشه با چشم غیر مسلح به اطلاعات و تاریخ و رفتار آقای پوتین و همراهانش نگاه کرد. ببینید خب چه اتفاقی افتاده. یک گروه نظامی خصوصی در اونجا تشکیل شده که خب بی سابقه نیست. دولت ایالات متحده وقتی در عراق فعالیت نظامی داشت و در اونجا بود، یک شرکت خصوصی به اسم بلک واتر که آقای اریک پرنس اون رو هدایت میکرد در اونجا فعالیت میکرد. خب چرا اصولا یک گروه خصوصی در چنین شرایطی وارد میشه؟ چون این امکان رو برای دولت ایجاد میکنه که هر خلافی در اونجا اتفاق میفته به گردن اون گروه خصوصی بیفته و دولت مسئولیتش رو بتونه که قبول نکنه. و به خصوص در این عملیات که روسیه اسم اون رو عملیات ویژه نظامی گذاشته، نمیگه ما رفتیم به جنگ مردم اوکراین که بسیاری از اونها روستبار هستند، میگه عملیات ویژه نظامی اجرا میکنیم. خب این عملیات ویژه نظامی رو چه کسی اجرا میکنه؟ شرکتی که حدود 25,000 یه همچین رقمی رزمنده داره. و این رزمنده ها که هستند؟ این رزمنده ها تعدادی از اونها زندانیان سابق هستن، خلافکارانی هستن که از زندان بیرون آورده شدن که برن و بجنگن. چرا؟ چون خلافکار دیگه اون به اصطلاح افکار بازدارنده رو نداره که من اسلحه به روی هموطن خودم نکشم یا یک روستبار رو نکشم. این امکان رو ایجاد میکنه. نیروی نظامی روسیه بیشتر از 800,000 سرباز رزمنده بسیار آماده است و منطقی نیست که فکر کنیم که یک گروه نظامی 25,000 نفره که توسط شخصی که قبلا در کار تهیه غذا و رستوران و آشپزی و اینا بوده و سابقه نظامی عمیقی هم نداره و خودش هم یکی از خلافکاران بوده، زندان رفته برای جرایم کوچک
ولی مشکل فکر کنیم که یک گروه 25 هزار نفره میاد و خودش رو تجهیز میکنه که یک لشکر بسیار مجهز یک کشوری مثل روسیه رو شکست بده و این رجزخانی ها رو بکنه. توجه کنیم که آقای پریگوژین، همین آقای فرمانده گروه واگنر، از آقای سرگی شویگو وزیر دفاع و از آقای والری جنرال والری گراسیموف انتقاد میکرد، با تندترین لحن صحبت میکرد، ولی هیچ وقت انتقادی از آقای پوتین نکرد، حرفی با احترام راجع به آقای پوتین صحبت میکرد. بنابراین دیدیم که اولیگارک های روس هم که میدونید در تضاد با آقای پوتین هستن، آقای پوتین اونها رو به قدرت اقتصادی رسونده با شراکت خودش که میدونید بسیار فاسد هستش این سیستم در اونجا و بازمانده همون سیستم فساد مافیایی که قبلا بود، همون جایگزین شده و آقای پوتین این رو شخصا اداره میکنه. اینه که آقای خودرکوفسکی مثلا، یکی از همین اولیگارک ها، کسانی بود که تشویق میکرد آقای پریگوژین رو تشویق میکرد که بله شما برید و ما پشت شما هستیم و اینا. اتفاقی که افتاد این بود که وقتی که آقای پریگوژین این حرکت رو شروع کرد و رفت یک شهر رو تسخیر کرد و مقر نظامی اونجا رو گرفت و اینها، شاید تحلیلگران با کمی عجله نتیجه گیری کردن که بله تمام شد و شخصیت جدید سیاسی در روسیه تصمیم گیرنده آقای پریگوژین خواهد بود، در حال که دیدیم که نه، اینطور نشد. آقای پوتین البته از مسکو ظاهراً به سن پیترزبورگ حرکت کردند و در اونجا موندند، ولی این همون آقای پوتینیه که مخالفینش رو مسموم میکنه، میکشه، از بین میبره. حالا چطور شده که آقای پریگوژین رو با سلام و صلوات به بلاروس میفرسته که در اونجا استراحت بکنه؟ من فکر میکنم نه، اینو بایستی یک کمی با تأمل بهش نگاه کرد و به طور قطع، با اینکه ما سعی میکنیم از حدس و گمان زدن کنارگیری کنیم، دور بشیم و سعی نکنیم که سناریو سازی بکنیم و اینها، ولی خب خیلی روشنه که بعد از این واقعه، حالا ساختگی بود، هماهنگ بود، هماهنگ نبود، نمیدونیم، اینا رو که نمیدونیم دقیقاً چه بود، فقط میتونیم راجع به شرایطش صحبت بکنیم. بعد از این آقای پوتین دیگه اون آقای پوتین قبل از این واقعه نخواهد بود و به نظر میرسه که عمر سیاسی آقای پوتین بعد از 23 سال که در قدرت باقی مونده با این عملیات حالا رو به پایانه. حالا سوال اینه که آقای پوتین چی فکر میکنه؟ آیا آقای پوتین خودش در این جابجایی نقشی نداره؟ آیا ممکن نیستش که آقای پوتین بخواد کنترل بکنه خروج خودش رو از مسند قدرت؟ خب این اولین بار نیست دیگه، دیدیم که این اتفاق بین آقای پوتین و آقای مدودیف افتاد و هر دو با هم دیگه یکی نقش پلیس خوب، یکی نقش پلیس بد، ولی بسیار هماهنگ بودن هر دو. اینه که بعید نیست اتفاقی که داره میفته به اینجا منتهی بشه که مثلا آقای سرگی شویگو وزیر دفاع یا آقای جنرال والری گراسیموف جا به جا بشن، این تغییرات صورت بگیره، ممکنه خود آقای پوتین هم جا به جا بشه، منتها کنترل شده. من باورم نمیشه که آقای پوتین نقشی در این روایت نداشته باشد. حالا باید صبر کنیم و ببینیم که به کجا میره، برای اینکه خیلی به نظر هماهنگ شده به نظر میاد که یک کمی سر صدا بکنیم، بعد این ستون نظامی حرکت بکنه. ببینید روسیه است، قدرت نظامی روسیه، حالا قدرت اقتصادی روسیه که من فکر میکنم بسیار قابل سواله، ولی قدرت نظامی روسیه قابل سوال نیست تا همین اخیراً در جنگ اوکراین. ببینید با چه فضاحتی نیروها شکست خوردن. حالا البته اینم باید بگیم که جنگ تبلیغاتی آقای زلنسکی خیلی مؤثر بوده و من فکر میکنم آقای زلنسکی در جنگ تبلیغاتی و جنگ دنیای ارتباطات برنده شده، مدتی است که برنده شده و آقای پوتین اشتباه کرد.
اینو دیگه نمیتونیم بگیم محاسبه شده و هماهنگ. نه، اشتباه کرد، فکر کرد که میره اونجا سه روزه کار اوکراین تموم میشه، شهر کیف تسخیر میشه، که نشد، اشتباه کرد. و فکر کرد که دنیا هم زیاد اهمیتی نمیده، که دیدیم که چه فشاری رو با تحریم ها و بقیه روی آقای پوتین گذاشته. باید صبر کنیم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در روزهای آینده، ولی تأثیرش رو هم روی نهاد جمهوری اسلامی نمیتونیم ندیده بگیریم، که آقای رئیسی اگه تلفن میکنه به آقای پوتین و به ایشان اطمینان میده که ما پشت شما هستیم، او خودش میداند که دنیا میداند که شما پشت پوتین بودن مفهوم زیادی برای او ندارد. آقای پوتین هم میداند که این تلفن آقای رئیسی یک تلفن تشریفاتی است. هر دوی آنها میدانند که در چه مخمصه ای گرفتار شده. فکر میکنید اینکه آقای زلنسکی به این شکل از آمریکا کمک نظامی میگیره، در واقع تجهیزات نظامی میگیره، و از سمت دیگه شرایطی که توی اروپا به وجود اومد، شرایطی که یورو به شدت افتاد تا مدتی، و بعد اینکه نیروی نظامی، اصلا نیرو کلن روسیه الان نیروی نظامیش ضعیف‌تر شده، و این آسیب هم به سمت اروپا بوده و هم برای آمریکا بوده، چون به هر حال هزینه های زیادی خرج شده. فکر می‌کنید تاثیر کل این ماجرا در دنیا به چه شکل بوده؟ آیا این کلن باعث نشده که قدرت‌های دنیا، کشورهای قدرتمند دنیا کلن ضعیف بشن و کلن غرب ضعیف بشه؟ خب بدون شک بایستی نگاه کرد به تأثیر اتفاقی که افتاده، این عملیات ویژه نظامی که بدون شک، همین که انقدر طول کشیده و سه روزه تسخیر نشده، یعنی شکست، یعنی محاسبه‌ای که آقای پوتین کرده بود بدون شک اشتباه از کار درآمد. و حتی شکست برای غرب هم همینطور، یعنی انقدر این جنگ طولانی شده که این منابع مالی و قدرت اقتصادی غرب رو هم داره تخلیه میکنه. در بدترین شرایط، در شرایطی که ما از دوران کرونا که تأثیر اقتصادی بسیار وحشتناک و میدونید واقعا غیر قابل تصور ایجاد کرد، پیوندش همین هزینه هایی بود که محاسبه نشده بود دیگه. و میدونید که از اشکالاتی که از دولت خانم مرکل گرفته میشه، از آلمان که یکی از پرقدرت ترین کشورهای اروپا هستش، اینه که شما چرا به فکر تأمین امنیت بین المللی نبودید؟ مسئولیتی که در اروپا داشتید، چطور شما به این وضع گرفتار شدید که از لحاظ سوخت گروگان روسیه قرار بگیرید؟ چطور به فکر بازسازی نیروهای نظامی و امنیتی آلمان نبودید؟ آقای ترامپ هم همین رو گفته بودن که شما خودتون رو اسیر روسیه کردید. بله. به خاطر تامین گاز. بله. ببینید اصولا یکی از صحبتایی که آقای ترامپ می‌کردن این بود که این نیستش که ما ناتو رو درست کردیم که هر کسی 2% تولید ناخالص ملیش رو، این رقم رو بپردازه. بسی توجه کرد که خب یک کشور کوچکی که تولید ناخالص ملیش بسیار پایین‌تر هست از آمریکا و یا کشورهای دیگه، در ارتباط با تأمین امنیت خودش دیگه چه کار میکنه؟ آیا تمام مسئولیت حفظ امنیت رو به عهده ناتو میذاره؟ یا اینکه خودش هم سعی میکنه که بتونه که موضع دفاعی خودش رو بالا ببره؟ حالا وقتی وارد کشورهای بزرگتر میشیم مثل آلمان، دیگه هیچ بهانه باقی نمیمونه که چرا این کار انجام نشد. شما توجه کردید به معادلات تجاریتون مثلا با جمهوری اسلامی، بارها اینو گفتیم که مؤسسات آلمانی اعلام کردن که ارمس میولر بانک صادرات یا تشویق صادرات آلمان به میزان 1 میلیارد یورو تخصیص داده بود به کمک به صادرات به جمهوری اسلامی. خب به فکر تجارت بودن ولی به فکر امنیت نبودند، برای که کسی دیگری هزینه امنیت اونها رو، یعنی ناتو، تأمین میکرد. حالا البته عده‌ای با این مسئله خیلی مشکل دارن که این نظم جهانی رو به هم میزنه و شما این صحبت رو نکنید که این کشورها به اندازه کافی به ناتو کمک نمیکنن و موضع خیلی خیلی سفت و سختی میگیرن در این جا. اون هم قبوله، یعنی اون هم میتونیم قبول کنیم که بله بایستی یه تعدیلی درش حاصل بشه و فقط از
زاویه سیاسی و جنگ سیاسی بهش نگاه نکنیم، موقعیت اونها رو هم در نظر بگیریم. ولی کاملا درسته که این جنگ اوکراین فقط برای روسیه هزینه نداشته، برای آمریکا هزینه داشته، برای اروپا هزینه داشته و مهمتر از همه برای مالیات دهنده آمریکایی، برای مالیات دهنده اروپایی مسلما هزینه داشته. یعنی مردم. یعنی مردم، بله بله. به هر حال دولت ها میدونید درآمدشون رو به طور کلی از جیب مردم در میارن دیگه، این چیز پیچیده ای نیست، چیز پنهانی هم نیست. مالیات میگیرن و اگر مالیات نگیرن و کم بیارن هم پول چاپ میکنن. پول هم که چاپ بکنن ارزش پول میاد پایین، یعنی بازم ضرر به مردم میرسه، چون ارزش پول اومده پایین، اونا به هر حال بسی چیزایی که میخوان بخرن ولی با همون پولی که دارن بسیار کمتر باید بخرن. بنابراین هر طرفشو که بگیریم، چه دولت ها مالیات بگیرن چه کم بیارن پول چاپ کنن، به ضرر مردم است. فکر میکنید جنگ روسیه و اوکراین کی ممکنه به پایان برسه؟ پیش بینی دارید؟ ببینید، پایان یک عملیات نظامی رو یا شروع یک عملیات نظامی رو که دقیقاً به کجا خواهد انجامید مشکله پیش بینی کردن، چون عمل و عکس العمل نظامی با هر چقدر برنامه ریزی که شما در نظر بگیرید توش سورپرایز اصلا جزئی از برنامه هستش، یعنی آنچه که تصور نمی رود اتفاق بیفته همیشه امکان اتفاقش هست. ولی امروز اگر سوال کنید که اتفاقی که افتاد، یعنی اینکه همین نیروی خصوصی نظامی تقریبا پایان عملیاتش رو اعلام کرده، یعنی گروه واگنر دیگه وجود نداره در حقیقت در صحنه اوکراین، برای اینکه تحت نظر نیروهای روسیه کار میکنه. سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که ما تقریبا کنترل رو گرفتیم و مواضع خارجی ها رو در اوکراین سوپلای مهماتشون رو بمباران کردیم. یعنی وقتی همه این اخبار کنار هم میگذارید به نظر میرسه که ما به آستانه، یعنی شروع یک پایان داریم نگاه میکنیم. این اتفاق میتونه آغاز واقعی باشد که پایان این عملیات ویژه نظامی به قول آقای پوتین باشه. خیلی جالبه که این عملیات ویژه نظامی، چرا اسمش گذاشتن عملیات ویژه نظامی؟ برای اینکه میخواد یه فضای ایجاد بکنه بین روسیه، ارتش روسیه، و اگر شکست خورد بتونه این شکست رو گردن کسی دیگری بندازه و آبروی نظامی خودش رو حفظ بکنه. به نظر من این احتیاجی به حدس و گمان نداره، میشه اینو دید. و با خروج اینها از صحنه و با کنار رفتن آقای پریگوژین میشه گفت با شاید اطمینان نسبی میشه گفت که ما احتمال متوسطی در آستانه این هستیم که ببینیم که این عملیات ویژه نظامی یا جنگ یا این واقعا جنایتی که داره اونجا صورت میگیره پایان پیدا بکنه، چون ادامش مشکله بشه تصور کرد. به همین دلایلی که شما عنوان کردید، هزینه بالاست، نتیجه در دسترس نیست، نمیشه نتیجه رو پیش بینی کرد. بنابراین کم کم میشه امیدوار بود که این وضعیت پایان پیدا بکنه. اصلا یه گروه خصوصی نظامی چطور ممکنه شکل بگیره؟ یعنی چی باعث به وجود اومدن یه گروه خصوصی نظامی میشه؟ بودجه از کجا تامین میشه؟ نفرات رو چطور تامین میشن؟ بله، بودجه شرکت خصوصی که یک نیروی نظامی رو تامین میکنه از کجا میاد؟ از همون جایی میاد که منفعت اقتصادی وجود داره. یعنی گروهی که منفعت اقتصادی رو دنبال میکنه که بتونه تجهیزات بفروشه بیشتر، بتونه که آمادگی نظامی رو بالا ببره، اونها سرمایه گذاری خواهند کرد در این کار. و در ضمن دولت ها هم اگر منافعشون ایجاب بکنه، اونها هم با کمک به این مسیر، به سرمایه گذار و به شخصیت هایی که گروه
نظامی خصوصی رو ایجاد میکنن کمک خواهند کرد. ولی یک مطلبی رو اینجا بایستی بدونید که مشخصه گروه هاییست که پول میگیرن که به جنگن. ببینید شما وقتی که با یک هدف ملی به جنگ میرین، شما میدونید دارید برای نام پدرانتون، برای سرزمین پدرانتون، برای مادرتون، برای تمام اون ارزش هایی که در خون شما و خاکی که شما بهش متعلق هستید می جنگید و به هیچ عنوان جان خودتون در مقابل اون ارزش ها ارزشی نداره. یعنی این یک رزمنده است که مشخصاتش به او قدرت بسیار زیادی میده، چون براش مهمتره که خاکش رو حفظ بکنه تا جان خودش رو. یعنی جان خودش رو بسیار بی ارزشتر از حفظ خاک خودش میده. خب این یک جنگنده است، ولی یک جنگنده ای هستش که نه، اصلا مسئله خون و خاک نیست. به او پول میدهند، به او میرود که بجنگد. و متوجه بفرمایید، پول میگیره که بجنگه. اگر کسی بهش پول بیشتری بده، خب برای اون میجنگه. وقتی شما طرف یک مخاصمه هستید، طرف جنگ هستید و میبینید که یک کسی داره به یک کسی پول میده که با شما بجنگه، شما ممکن نگاه کنید ببینید که کدوم ساده تره، جنگیدن با او یا خریدن او. اگر شما برید و خیلی مقدار کمی بیشتر از اون که او گرفته که با شما به جنگه به او بدهید که او با طرف مخاصمه شما به جنگه، خب طبیعیه که این کار میکنید و طبیعیه که اون مزدور هم که می جنگد چون پول گرفتم قبول خواهد کرد. این که میگم مزدور، کلمه دیگری ندارم، اصلا توهین به کسی نیست، ولی به هر حال مزد میگیره که کار بکنه و به این صورت شکل میگیره. حالا در روسیه اولیگارک ها مثل آقای خودروکوفسکی که تشویق میکرد آقای پریگوژین رو، حتما اینا سعی میکنن که یه تعادلی ایجاد بکنن و ازشون استفاده بشه. حالا بعضی وقتا هماهنگ شده است، بعضی وقتا نه، غیر قابل پیش بینیه، این اتفاق میفته، عکس العمل ها، برای که این نیروها مرتب در تحرک هستن. اینا به صورت یک تصویر ثابت نیستن که بگیم حالا این مهره از اینجا تاثیرش رو این یکی مهره چه هستش. ولی به طور کلی منابع مالی چنین نیروهایی از طریق نهادها و اشخاصی تعمیم میشه که منفعت اقتصادیشون رو دنبال میکنن، در ضمن ملاحظات سیاسی و ملاحظات دولتی که تحت قوانین اون دولت کار میکنن و تجارت میکنن هم بی تأثیر نیست. امیدوارم تونسته باشم که با این توضیح پاسخ سوال شما رو برای بینندگان محترم داده باشم در حد بذاتم. بله حتما. اخیراً هم یک تغییری می‌بینیم که نقش هند رو به عنوان شریک راهبردی آمریکا و اینکه آمریکا و هند به هم نزدیک‌تر شدن در مقابل چین، با توجه به حساسیتی که چین در دریای چین به وجود میاره، آیا این کار نباید خیلی زودتر انجام می‌گرفت؟ 100%. ببینید نظر من، شما به نکته‌ای اشاره می‌کنید که نکته بسیار بسیار مهمی در این قرنی که درش هستیم خواهد بود. سالها بعد از این صحبتی که من شما امروز میکنیم، این سوال شما رو به صورت جدی دنیا باهاش روبرو خواهد شد که چرا دولت ایالات متحده به این فکر نیفتاد که بایستی در روابطش با هند به صورتی تجدید نظر بکنه که این تعادل رو بر علیه چین به وجود بیاره. چین و هند دو کشوری هستن که تا چند سال دیگه تقریبا نصف جمعیت دنیا رو خواهند داشت و هم در مشکلات کمبود منابع و هم در فرصت‌ها و رقابت‌ها اینها با هم رقابت خواهند کرد. بنابراین اینکه دولت ایالات متحده انقدر طول کشید که به اینجا برسه که میتونه چین رو که یک تهدید اقتصادی و تهدید امنیتی میتونه باشه برای آمریکا، با نزدیک شدن به هند بتونه که تعادل درش ایجاد بکنه. بنابراین فکر میکنم سوال شما سوال بسیار خوبی است. در سالهای آینده این سوال بسیار مطرح خواهد شد که چرا ایالات متحده زودتر، واقعا دلایلش چی بود که زودتر این ارتباط با چین رو، با هند رو که هم با روسیه هم با چین ارتباطات بسیار، با روسیه که ارتباط بسیار تنگاتنگ صنعتی اقتصادی و
در رقابت با چین چرا با هند نزدیکتر نشد زودتر؟ سوال بسیار خوبیه. ممنون از پاسختون. جناب کیان، اگر بیایم سمت ایران و اتفاقاتی که الان در ایران میفته، اعتراضاتی که به هر حال به نظر میاد تا حدی کمی آروم شده و این همبستگی که مردم ازش صحبت میکنن، همصدایی که بین گروه های مخالف جمهوری اسلامی انتظار میره که باشه، چطور میشه این همبستگی رو به وجود آورد؟ چون میبینیم که الان پلتفرم های شبکه های اجتماعی، شاید بشه گفت تا حد زیادی اینها در واقع اکانت هایی که یوزراش فیک هستن، شاید تسخیر شده توسط جمهوری اسلامی هستن و اختلاف های خیلی زیادی رو به وجود میارن. به نظر شما چه عواملی باعث شده که این همبستگی و همصدایی نتونه جلوتر بره و اینقدر اختلاف ها بالا بگیره و شدید باشه؟ خب ببینید، اگه بخوایم وارد مسائلی بشیم که مبنای اختلافات و مبنای بحث و گفتگو، حالا اسم مهربانتری روی جدال و جنگ روش نذاریم، جنگ سیاسی نذاریم، همین گفتگوها، همین جدلهایی که مطرح هست که خب وقت بسیار زیادی نیاز داریم که به اونها بپردازیم، ولی دو مطلب رو میشه راجبش صحبت کرد. یکی همین اختلافاتی که هست، نه فقط بین مثلا جمعیت پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان، نه، در داخل این گروه ها وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پادشاهی خواهان هم همصدا نیستند. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که جمهوری خواهان هم همصدا نیستند. گروه های مختلف، زاویه های مختلف، هر کدوم یک هویت سیاسی رو برای خودشون قبول دارن. و ببینید چه محیطی ایجاد شده. محیطی ایجاد شده که دعوای بین گروه ها خیلی بیشتر آتش شعله ور شده تا دعوای بین مخالفین که همین ها هستن و جمهوری اسلامی. یعنی به نظر میرسه که گروه های سیاسی بیشتر علاقمند هستند که همدیگر رو قانع کنن که ما از شما بهتر هستیم و مردم ایران ما رو بیشتر دوست دارن و اصولا از دیدگاه دموکراسی و از دیدگاه ایجاد یک حکومت مردمی ما از شما بهتر هستیم. این بحث، جای این بحث رو که ما با یک قول سیاه فاسد بیکفایتی که مردم ایران بهش یک نه بزرگ گفتن روبرو هستیم، وقت نشستیم اینجا و داریم سعی میکنیم اختلافاتمون رو اینجا حل بکنیم. اینجا که جای حل اختلاف نیست. ما هم دیگر آمدیم و قانع کردیم که یک کدوم از ما صحیح میگه، ولی اونا چی میگن؟ مردم ایران تصمیم گیرنده هستن. بنابراین این که ما بیایم و این جنگ رو ادامه بدیم که همین الان هم دیگر رو قانع کنیم به جایی نمیرسه، منطقی نیست. کاری که باید بکنیم اینه که الان جمهوری اسلامی از این شرایط استفاده کرده، میاد در این پلتفرم های اجتماعی، در کلاب هاوس، در جاهای دیگه ادعی میان که واقعا ممکنه احساسات واقعی داشته باشن. ما به همه اینا نمیتونیم بگیم سایبری، یه عده‌شون واقعا براشون مهم باشه که این اختلافات رو همین الان مطرح بکنن. و در ضمن میدید که ادبیات این کار هم به کلی عوض شده، یعنی شاید خود من هم بایستی تصحیح کنم یکی دو مورد ممکنه من هم در همین هیجانات شرکت کردم، اینکه باعث غیر متعهد نباشم، ولی جمهوری اسلامی چون میبینه این شرایط وجود داره میگه خب حالا من چطور میتونم از این استفاده کنم. میگه اینا که با هم اختلاف دارن، واقعی هم هست یه مقدار، بنابراین یه مقداری از این واقعیت رو من بر میدارم، میام یه طرحی میریزم که مطابق این طرح یه در میشونم پشت این سیستم های عریض و طویل کامپیوتری و بهشون میگم شما برید و خودتون رو اینطور معرفی کنید که خط قرمز شما تمامیت ارضی است، خط قرمز شما حمایت از این شخصیت سیاسی یا اون شخصیت سیاسی است. به احتمال خیلی قوی این حمایت مصنوعی رو از شاهزاده رضا پهلوی نشون میدن که محبوب ترین چهره است ایشان. یعنی من فکر کنم وقتی گوش میکنم دقیقا به کسانی که با ایشان امروز جدل دارن، چون در اندیشکده آب آزادی ما طرفدار هیچ کاندیدایی نیستیم، طرفدار هیچ حزبی نیستیم، ولی ناظر این اوضاع هستیم و اگر کسی حرف حسابی بزند ما هم تکرار میکنیم. بنابراین این که به ایشان اشاره میکنم به عنوان محبوب ترین، این عقیده من نیست، این همه میدونن که ایشان محبوب ترین هستن و
این فرصت برای جمهوری اسلامی هست که اشخاصی رو در لباس هواداران ایشان به این محافل بفرستن و بگویند که خب همیشه شما از ایشان خوب بگویید، با احترام صحبت کنید، ولی فرصت بدید در اونجا کسانی بیان و تخریب کنن. فرصت بدید که این صحبت، چون شما که نگفتید، شما گفتید مثلا هوادار ایشان هستم، ولی کسانی رو به صحبت وارد کنید که اونها تخریب بکنن. خب حالا چیکار کنید؟ حالا یه عده که در این کار خودشون هم تخصص دارن، این کار رو انجام دادن و میدونن که این کار چطور انجام میشه، برای تصحیح این اوضاع پیشنهاد میکنن که مبارزان واقعی، مخالفین واقعی جمهوری اسلامی با توجه به شرایط، همینایی که الان توضیح دادیم که از این فرصت ها داره سوء استفاده میشه، که حتی اگر شما مطالباتتون بسیار بسیار موجه هستش، فعلا از همدیگه مطالبه نکنید، با هم به جدال نپردازید. البته میگم لغت جدال رو من به کار میبرم در حالی که خیلی جدیتر از اینه. دیدیم که چه اتفاقاتی افتاده و تا چه حدی این درگیری ها ادامه پیدا کرده و متاسفانه به جایی رسیده که بحث نیست، گفتگو نیست، دیگه شده دعوا. یعنی دیگه شده که چطور من به شما کلامی رو بگویم که شما رو بیشتر بهتون توهین بکنه و چه پاسخی شما بدید که همین کار رو با من بکنه. من فکر میکنم که ما نمیتونیم هر کسی رو که مطالباتی داره تجزیه طلب خطاب بکنیم، هر کسی رو که گرفتاری داره که بایستی بهش اشاره بشه، انعکاس صدای بخشی از مردم ایران هست، بایستی بهش توجه کرد و این ادبیات رو بایستی عوض کرد و این اقدام رو کرد که برای مدت 6 ماه همه مخالفین از مبارزه با همدیگه دست بردارن. 6 ماه، چون اگر این کار بکنن دیگه هر کسی اون تیر اول رو شلیک بکنه یعنی مبارزه واقعی نیست. چرا؟ شما 6 ماه به همدیگه نپرین، 6 ماه این جنگ و جدال رو متوقف بکنید و برای خودتون یه هدف بذارید در این 6 ماه که من این قدم ها رو طی خواهم کرد برای رسیدن به تشکیل یک مجمع متکثر با هدف اخذ شناسایی سیاسی و حقوقی. چون ببینید این خیلی مهمه، اگه ما با یک هدفی این مجمع رو تشکیل ندیم، همین ائتلافی که شما رو چوبش صحبت میکنید، انگیزه ای برای کسانی که بایستی در اینجا شرکت کنن باقی نمیمونه، چون هدفی نداره. خب چه کار بکنه؟ ببینید با جمع بشیم، جمع بشیم که چه کار بکنیم، اون مهمه. و خب خیلی کارا، برنامه ریزی برای بعد از سقوط و همسایی بسیار مهمه، ولی من منظورم از این 6 ماه این نیستش که ما برنامه ریزی، حتما برنامه ریزی برای بعد از سقوط لازمه و گروه های مختلفی دارن روش کار میکنن، بسیار بسیار مهمه، ولی برای اینکه ما سقوط رو، این فروپاشی جمهوری اسلامی رو تسریع بکنیم، چاره ای نداریم جز اینکه مطمئن بشیم که دولت های آزاد جهان، جامعه بین المللی دستش رو از پشت جمهوری اسلامی بر میداره. حالا در چه شرایطی این کار میکنه؟ جامعه بین المللی نگاه میکنه و میبینه که یه دولتی هست، سر کار، نماینده داره، اسم داره، پرچم داره، قرار داره، پروتکل داره، باش کار میکنه. اگر یک مجمعی رو به عنوان صدای جایگزین جامعه بین المللی قبول بکنه، که قبلا هم کرده، این اتفاق افتاده، مشروعیت از جمهوری اسلامی گرفته میشه. این بسیار مهمه، این قدم بایستی انجام بشه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، به همین دلیل تمام تلاش خودش رو میکنه که چنین مجمعی شکل نگیره. خیلی ها با نیت خوب به میدان میان که نه ببینید ما خط قرمزمون این هست، خط قرمزمون اون هست، و اجازه نمیدن فضا عادی بشه. در این 6 ماه آتش بس، با هم دیگه جنگ نکنید، هدفتون رو بذارید که قدم ها رو مشخص کنید. حتی اون هدف اخذ شناسایی سیاسی کافی نیست، قدم های رسیدن به اونجا رو هم بایستی مشخص کنید، یه فضای ایجاد بکنید که بشه این فضا آرام بشه، که بشه درش برنامه ریزی کرد، بشه درش کار کرد و به سوی همون ائتلافی که شما راجبش صحبت میکنید قدم برداشت و اعتماد کرد به اینی که
واقعا شما چیزی رو حل نمی‌کنید با جنگیدن با هم دیگه در حال حاضر، بلکه در نهایت بر علیه هم دیگه پیروز میشید. اتفاقی نمیفته چون اون تصمیم گیرنده اصلی بین شما نیست، در این بحث هم حضور نداره. و باور من این هستش که هر اتفاقی در جهت تغییر بیفته تمام اعتبارش به مردمی میره که در صحنه هستن. این رو بایستی با احترام قبول کرد، این رو بایستی با احترام قبول کرد که ما نسخه برای مردمی که جانشون رو، مالشون رو، نامشون رو هر روز به کف دست میگیرن و به جنگ این غول سیاه فاسد بیکفایت میرن، اعتبار به همه اونها تعلق داره. هر وقت یک گروه سیاسی بخواد اعتبار پیروزی رو از اون مردم بگیره، در همون لحظه شکست خورده، در همون لحظه از صحنه بیرون رفته. باید متواضعانه در برابر حرکت انقلابی مردم ایران سر فرود بیاره و بگه من در خدمت شما هستم. هیچ کس برنده نخواهد بود که بگوید که بله ما گفتیم که اینطور شد و ما بودیم که چنین اتفاقی رو ایجاد کردیم. نه، مردم ایران هستند. مردم ایران، نهایت خدمتی که به مردم ایران میتونیم بکنیم اینه که متواضعانه پیرو خواسته های اونها باشیم و بعد اینو بفهمیم، واقعا بفهمیم که ما مهم نیستیم، اونا مهم هستن. بسیار عالی. جناب کیان، به عنوان سوال آخر، گروه هایی که خودشون رو چپ یا چپ میانه تعریف میکنن، بسیاری متفق القول میگن که ایران برای آینده ایران سوسیال دموکراسی سیستم خیلی مناسبی خواهد بود. میتونم نظر شما رو بپرسم؟ بله، ببینید، حق دارن که هر چه که دلشان میخواهد بگویند، حق دارن که اصرار داشته باشن که یک سیستم بر سیستم دیگر ارجح تر است. هیچ کس نباید جلو اونها رو بگیره، همه باید این صحبت بکنن. ولی دو سوال، یکی اینکه شما نماینده چه قشری از جامعه هستید؟ اون قشر از جامعه آیا میداند که شما سوسیال دموکراسی را چگونه تعریف میکنید؟ آیا شما پشتیبانی واقعی آن جامعه را دارید؟ کجا هستند آن صدایی که میگوید ما سوسیال دموکراسی میخواهیم؟ یعنی چی سوسیال دموکراسی؟ میدونید، بایستی گذشت از این برچسب ها میتونه بسیار بسیار فریب دهنده باشه و هست، برای اینکه تعریف نشده. شما از 10 نفر بپرسید که تعریف سوسیال دموکراسی رو برای من بگویید، من بهتون قول میدم که به احتمال بسیار زیاد اولا 10 تعریف متفاوت رو خواهید شنید، بعد اگر نه 5 تعریف در مقابل 5 تعریف متفاوت رو خواهید شنید. بستگی زاویه داره، بستگی به زاویه سوال کننده و پاسخ دهنده داره، که همیشه سعی میکنه که ببینید، طبیعی نیست که فکر کنیم یک کسی بیاد و آنچه را که مورد خواست اوست خودش نفی بکنه، مثلا بیاد برای شما دلیل بیاره که چرا من این حرفی که میزنم درست نیست، چون این منطقی نیست، این اتفاق نمیفته. همه سعی میکنن که شما رو مجاب بکنن، اونی که من میگم بهتره، برای مردم بهتره و مردم اینو دوست دارن، و این رقابت روایت هاست در حقیقت. یعنی این اتفاق باید بیفته، ولی کجا؟ مقابل مردم ایران، در چه شرایطی؟ در شرایطی که اونها آگاه هستن نسبت به گزینه هاشون و یا نهادهایی وجود دارن که در کنار مردم بیستن و بگن که نه، این داره گول میزنه شما رو ها، یعنی این الان داره میگه آب شما مجانی میشه، برق شما مجانی میشه، کرامتش، این داره دروغ میگه. ببینید دروغ میگه، ببینید 44 ساله که داره بهتون دروغ میگه. بنابراین نهادهایی بسیار زیاد هم هستن مثل اندیشکده آوای آزادی، نقششون این نیست که در قدرت بیان مسابقه بدن و بگن که من راه حل دارم و بهتره راه حل من، نه این نیست. اینه که در حال حاضر تأکید کنن به ضرورت تشکیل یک مجمع واحد متکثر با هدف اخذ شناسایی سیاسی و حقوقی و در دراز مدت کنار مردم بایستن و اون موقع اون آگاهی رو مرتب سعی کنن بالا ببرن. حالا شخصیت چنین نهادهایی از کجا سرچشمه میگیره، از کجا چنین صلاحیتی رو دارن که برای مردم توضیح بدن؟ تجربه. من فکر میکنم که تجربه رو نمیشه انکار کرد. تجربه کارنامه ایست که ما در اینجا شکست خوردیم، در اینجا موفق شدیم، ولی ما در میدان بودیم،
ما در صحنه عمل و تجربه دیدیم چی کار میکنه، چی کار نمیکنه، چطور میشه یه راهی رو رفت، کدوم برنامه ضعف و قدرتش از برنامه دیگر بیشتر هست، اون تجربه رو در اختیار مردم قرار میده مستقیما. این نقشی است که نهادهایی مثل اندیشکده آقای آزادی در آینده ایران آزاد، یعنی بعد از فروپاشی هم لازم هست که مردم رو آگاه نگه داریم که کسی دیگه نتونه بیاد بهشون بگه ما برق شما رو مجانی میکنیم. اشکالاتی که شما میبینید در یک سیستم سوسیال دموکراسی چی هست؟ اولا تعریفش، چون شما بدونید که برای من تعریف کنید که دقیقا در سوسیال دموکراسی شما دنبال چه چیزی هستید. شما هدفتون اینه که جامعه رو به جایی برسونید که همه از لحاظ درآمد و از لحاظ سرمایه یکسان باشن؟ قابل اجرا نیست، امتحان شده، قابل اجرا. مهم نیست اسمشو چی بذارین، مهم نیست. به محض اینکه شما بیاین و این تعاریف رو به کار ببرید، من فکر میکنم از لحاظ علمی بخوایم نگاه کنیم بایستی اشاره کنیم به صحبت‌های آقای یورگن هابرماس که خودش از همون جبهه چپ میاد ولی منتقد چپه. میگه در این سیستم ها بعضی وقتا ارزش های اجتماعی ازش استفاده میشه برای استثمار جامعه به این صورت که با ایجاد خودی و غیر خودی در چنین، یعنی اون که به سوسیال دموکراسی معتقد تره میشه خودی، وقتی شد خودی چرخ اقتصاد رو آقای هابرماس میگه، خودش هم چپه، میگه چرخ اقتصاد به سمت منفعت خودی، چون عقیده مهمتره دیگه، سوسیال دموکراسی مهمتره. شما چقدر معتقد هستید به سوسیال دموکراسی؟ شما حاضرید مثلا روزی 2 ساعت جلوی این تابلوی که روش نوشته سوسیال دموکراسی بایستید و تعظیم کنید به این تابلو؟ چون اون کاری که بکنید یعنی واقعا معتقدید. خب پاداش شما برای این اعتقادی که به چنین چیزی دارید اینه که یورگن هابرماس میگه، میگه چرخ اقتصاد به سوی شما میچرخونه که تشویق بشی بیشتر این کارو بکنی، و این ایراد بسیار بزرگی است، چون این اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی به صورت بسیار گسترده افتاد. شما سیستم های سوسیال دموکرات دارید که خیلی خوب کار میکنن، یعنی شما امروز شما سوسیال دموکراسی رو در انگلستان نگاه کنید، سیستم بهداشت انگلستان، شما در اونجا بیمار بشید سیستم بهداشت انگلستان اصلا انتظاری از شما نداره، همه خدمات رو به شما ارائه میده. ولی فقط یه اشکال داره، اگر شما احتیاج به عمل قلب خیلی فوری داشته باشید باید تو صف بایستید و ممکنه قبل از اینکه موعد عملتون باشه و نوبت شما بشه بهش نرسید. در کانادا خب یک کمی بهتر این سیستم بهداشت عمل میشه، ولی من فکر میکنم که بایستی وقت بسیار زیادی رو بذاریم که صحبت کنیم راجع به این سیستم ها. همینطور در کانادا هم مشکل واقعا شدیده، یعنی اینطور که حالا تجربه خود من نشون داد، یک سال برای یکی از اعضای خانواده برای وقت ویزیت دکتر زمان نوبت بشه. ببینید چقدر ساده، یه چیزی خیلی زیباست، ما اول گفتیم دیگه، ما در سیستم سوسیال دموکراسی بیماری که رو زمین بمونه نداریم. چرا؟ داریم. این خیلی زیباست که شما تئوری رو مطرح کنید و در عمل مشکل هست اینه که کدوم انسان واقعی است که نخواد رفاه و آسایش انسان دیگری رو در کنار خودش داشته باشه. ولی وقتی اینو شما به صورت یه سیستم پیاده میکنید، اون وقت باید بریم سراغ یورگن هابرماس که محققه، دیدش هم چپه، یعنی نمیتونیم بگیم که این راستگرایی است که داره از چپ انتقاد، نه، خودش چپه و منتقد چپه. باید نگاه کنیم به اینا. من امروز در کنار شما و بینندگان محترم نمیشینم که با سوسیال دموکراسی بجنگم، نه، ما فقط داریم تعریف میکنیم و نیومدیم که فقط مزار سوسیال دموکراسی رو، نکات منفیش رو بگیم، حتما نکات مثبتی هم داره، ولی همه سوسیال دموکراسی ها یکسان نیستند در ایجاد رفاه و آسایش و امنیت برای شهروندان یک مملکت.
حتی در انگلستان هم سیستم رفاه اجتماعیشون سوسیال دموکراسی هست، ولی وقتی به اقتصادی میرسیم این کشور که کشور کاپیتالیستیه، درست دارم میگم؟ اگر اشتباه میگم اصلاح کنید من رو. بله بله، به طور قطع، به طور قطع. ببینید در انگلستان این تئاتر سیاست خیلی خیلی تقریبا میتونیم بگیم به مرحله کمال رسیده. شما اولا میبینید مجلس انگلستان وقتی که شروع به کار میکنه، ببینید چقدر راحت، چقدر روشن، مرتب با هم دیگه در جدال هستن، بحث میکنن. روزهای پنجشنبه نخست وزیر رو صدا میکنن اونجا و واقعا نخست وزیر در اونجا یک نوع محاکمه میشه در اون جلسات، و در ذهن مردم انگلستان این سیستم محترمه. حالا اختلافاتی دارن، مثلا بازنشسته ها با جوانان اختلافات دارن، چون اونا به فکر گرفتن اون به اصطلاح بازنشستگیشون هستن و جوانان انتظار دیگری دارن. جوانان دارشون میخواد برن همه جا کار کنن، در کشورهای مختلف در اروپا علاقمند بودن که انگلستان هم بپیونده به اون همون بازار مشترکی وجود داره، و اونایی که حق بازنشستگی میگیرن میگوتن خب اگه اینجوری بشه خب مالیات کمتر میشه، به ما کمتر میرسه، و این اختلافات وجود داره. ولی من فکر نمی کنم که سیستم انگلستان رو بتونیم یه سیستم سوسیال دموکراسی تعریف بکنیم. چرا؟ چون اون چیزی که ما سعی میکنیم اندازه بگیریم دخالت دولت در تجارت در مملکت هست، در چارچوب قانون. این قوانینه که باید نگاه کنیم ببینیم چقدرش رو یک بخش خصوصی با آزادی کامل در رقابت شفاف اداره میکنه، چه بخشش رو دولت درش دخالت میکنه. این که من اونجا زندگی کردم، اونجا مدرسه رفتم و تو اون محیط میتونم بگم که آشنا هستم. با توجه به آشنایی که من دارم، نه، انگلستان یک کشور کاپیتالیستیه و نمیشه اون رو. به فرانسه که بریم یک کمی فرق میکنه، به ایتالیا که بریم به کلی فرق میکنه، ولی نه، انگلستان رو من یک حکومت سوسیال دموکرات، دموکراسی هست ولی اون قسمت سوسیالیزمش رو مطمئن نیستم. من مطمئنم که کسان دیگری هستند که در این حوزه، در حوزه واکاوی و موشکافی مکتب‌های سیاسی خیلی بهتر و بیشتر میتونن صحبت بکنن، ولی بازم امیدوارم که آنچه که در توانم بوده با شما و بینندگان در میون گذاشتم. سپاسگزارم از شما. پیامی برای بیننده های ما دارید؟ ببینید، معمولا پیام رو کسی بایستی بده که فکر کنه که خودش بیشتر میداند، و من اون نیستم. من فکر کنم که هرچه که بیشتر میخوانم کمتر میدانم، و من فکر میکنم که بینندگان بسیار محترم شما بسیار دانا هستند و میتونن تشخیص بدن. اگر راجع به بینندگان ایرانی خودتون صحبت میکنید، میتونن یه چیزایی رو تشخیص بدن خودشون، احتیاجی هم ندارن که پیامی بهشون داده بشه. و اون اینکه روزهای قدرت و استقرار و اقتدار نهادی به اسم جمهوری اسلامی در دنیا سپری شده، این رو میبینن. من فکر میکنم اونهایی که از رانت اقتصادی جمهوری اسلامی استفاده کردن خودشان خیلی خوب میدونن. خب میدونید اسامیشون هم مشخصه دیگه، لیست بسیار بالایی است، خودشون میدونن کجا قرار گرفتن. اینها به تنابی آویزان هستند که این تناب برسوده است، پاره شده، و گره گره پاره شدنش رو اگه به بالا نگاه کنن میبینن اونها به این تناب آویزان شدند. پیام نه، ولی اگر من که نه، من در جایگاهی نیستم که پیامی بفرستم، ولی اگر به صدای مردم ایران گوش کنن میشنوند که آنها میگویند که روزگار شما به سر آمده، به فکر این باشید که فردای شما چه خواهد بود. اگر اونها این صدا رو بشنون خودشون میدونن که راجع به چی صحبت میکنیم. اونها بهتر از ما میدونید پیامی رو که شما میخواین اونها بشنون اونها در ذهن خودشون شنیدن، دیدن این ریزش غیر قابل انکار نهاد فاسد و بیکفایتی رو که اونها در سایه اون نهاد تونستن که این ثروت‌های نجومی رو از جیب مردم ایران بدزدن به اونها. به آقای خامنه‌ای، به آقای رئیسی میگوییم که تئاتر شما به پایان رسیده. شما
دیگر نمیتوانید با این عربده های سیاسی جایگاه خودتون رو برخلاف اونچه که هست نشون بدید. و به مردم ایران هم لازم نیست ما بگیم، خودشون میدونن، پیروزن. اونها این حکومت رو به زانو در آوردن، تمام اعتبار این کار هم به مردم آزادی خواه ایران تعلق داره که نه بزرگ رو به جمهوری اسلامی گفتن و پیروزی آنها حتمی است. دنیا هم با آنها همراه خواهد شد، دیر یا زود. خیلی ممنونم جناب کیان از وقتی که در اختیار پوک تایمز فارسی گذاشتید. خوشحالم که با شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما بودم.